سلام و احترامات خدمت تمام شنوندگان و بینندگان برنامه حق و باطل. امیدوار هستم هر کجایی که باشید لباس عافیت و صحت در تن داشته باشید. بزرگترین مشکلاتی که ما و شما داریم و طول چندین سال است که ما در اون مشکلات غوطه‌ور شدگی هستیم و طوفان این مشکلات بالای مردم همیشه میبارد و شمال این مشکلات همیشه بالای خانه های مردم میوزد. اون مشکلات ما مهاجرت است. البته فرار کردن و یا که به اختیار خود ترک کردن کشور و یا کشور دیگر خیلی مهم است. خیلی نگران کننده است. هیچ کس اصلا راضی نیست. نه پولدار نه بی پول. هیچ کس راضی نیست که کشور خودش با وقتهای طولانی ترک بکنه و برای در کشور دیگر در اونجا یا از جنسیت خودش بگذره، خلاصه از شهروندی خودش بگذره و شهروندی دیگر کشور قبول کنه. کسانی که مهاجرهای سیاسی هستن اونها بجز بگیم که نگه داشتن جانشان در سلامت چیزی دیگر نمیخواستن. اینها هم میتونستن که در وطن یا که بیرون از وطن در دیگه جاها کار و فعالیت کنند. اما مهاجرهای سیاسی، کسانی که وارد اروپا شدگی هستند و یا که هر کشوری شدگی هستند، چی در امریکا هستند، چی در استرالیا هستند، چی در اروپا هستند، اینها از دست اون رژیم خودکامه امام علی رحمانوف در فرارن و در اینجا آمادگی هستن اینها به خاطر سلامت ماندن جانشان از وطن برآمدن و وطن ترک کردگی هستن. چیزی که من میخواهم درباره اون بسیار تمرکز کنم، مهاجرهایی که دارای عقلهای سالم هستند، فرار مغزها. اخباری که در بامداد نشر شدگی است، خب هر روز 410 زاده تاجیکستان شهروندی روسیه می شود. خب سوال این است، چرا مردم ما با شمول زنها، با شمول طفلها، با شمول پیرانسالان، اونها در سن سال پیری یا جوانی و یا که طفولیت ترکی وطن میکنند و میروند در دیگه جا میخواهند زندگی کنند؟ نه تنها به خاطری که در اونجا کار نیست، بلکه طفلی که یک مردی که خانواده شان گیره میاد، البته همه خانواده او کار نمیکنند و یا که دیگر اصلا جای موقع برای او ماندگی نیست. ببینید، ما همیشه مش سر سینه میزنیم و همیشه دعوای را میکنیم که وطن ما بهشت است و از جمله اون چاپلوسانه که این ما را رد نمیکنیم که هیچ کس وطنش دوست نمیداره. هر کسی که باشه، حتی در هر مملکتی که باشه، حتی اون جای زادگاه خودش، در جایی که فرهنگی خودش است، در اون فرهنگ بزرگ شدگی است، در اون ماحول و در اون طبیعت با یار و دوستان و با خیش و قوم و در اونجا رفت و آمد کردگی است، البته هیچ کس یک کشوری پیشرفته هم بالای کشوری خودش ترجیح نمیده بجز انسان دیوانه. اما اون کسانی که امروز در فرار هستن یا که مهاجری سیاسی هستن، اونها به خاطر سلامت ماندن جانشان آمدن در اروپا با مثل مبارزین و یا که غیر مبارزین، کسانی که به خاطر دینشان تحریک شدند و یا غیر از اون کسانی که به خاطر دینشان بلکه مالشان گرفته شد یا تحریک شدند، بالاخره از طرف اون حکومت سرکوبگر تحریک شدند، اینها مجبور به فرار شدند. اما باقی مانده مردم، اون مغزهای خلاق، اون انسانهایی که عقل و تفکر دارند، میتونن یک چیز اختراع کنند، چرا اونها در فرارند؟ ما همیشه مش سر سینه میزنیم که وطن ما بهشت است و ما لعل داریم، ما طلا داریم، ما اورند داریم، ما فلان داریم، ما فلان داریم.
همیشه هر کسی را که بپرسن که وطن شما چی گونه وطن است، ای وطن ما تهاش همه تهای کوهاش همش تیلا ریختگی است، تهای کوهاش همش نقره است، اوران است، گاز است، نفت است، خلاصه همه قدر میگیم و میگیم که اما هیچ کس اصلا اون ثروت اون چی بگم همون بایگری طبیعیه که ما و شما داریم، هیچ کس که از یعنی که با او کس اهمیت نمیتیه و نه حکومت و نه خودی مردم و نه حتی اون کسانی که در داخل وطن هستن، اونها امروز میروند در دیگر جاها کار میکنن، حتی با اون ثروتی که داخل وطن ما و شما هستن و این ثروت و این بایگری اهمیت نمیتیه. هر کشوری که این بایگری را از دست داد، هر کشوری که این ثروتی به نظیر از دست بتیه، مطمئن باشین که اون حکومت در حال پیری است، اون حکومت در حال شکست است و اون حکومت در حال نابودی است. بزرگترین ثروت طبیعی یک کشور اون طلای اون است. بزرگترین ثروت طبیعی یک کشور نقره و گاز و نفت اون نیست. اگر همه زمین تاجیکستان اگر طلا باشه، اگر زیر زمین تاجیکستان نقره باشه، اگر اوران باشه، اگر هر چیزی که باشه، این بایگری یک کشور نیست. کشورهای پیشرفته بیشترین تلاششان، بیشترین ثروتشان بالای نسل جوان و نه قوه کاری بالای این صرف میکنند، چون که میدونن که در آینده اون کسانی که این کشور را میچرخونن این همین نسلی که امروز جوان هستند، بالاتر میروند اینها پیر میشوند، اینها با از خودشان جوانتر اونها را اهمیت میتیند و همین نمود هر جایی که لازم بشه حتی از دیگر کشورها قوت کاری را، اون مغزهای خلاق، اون مغزهای اختراع کننده را، اون مغزهایی که حکومت میچرخوندگی را، اونها را حتی با پول خریداری میکنند، مهاجر میخرند، میگن بیاین در کشور ما کار بکنید، چون که اینها دیگر به اندازه اینها خودشان در دیگر کارها مصروف هستند، دیگر نیاز دارند به خاطر پیشرفتی کشورشون، به خاطر که اونها نه تنها همون اهالی که در همون دولت زندگی میکنه، اگر 10 میلیون اهالی باشه، نه تنها اون زوادهای یا که خلاصه نه تنها اینها همون کشور خودشون را تأمین میکنن، بلکه میخواهن از همون پروداکت، از همون آیتم، از همون چیزی که اینها ایجاد میکنن، میخواهن بیشتر از کشور خودشون به دیگر کشورها اکسپورت بکنن و بیشتر تولید کنن، نیاز به قوه کاری دارن و حتی قوه کاری را این ثروت از دیگر کشورها میخرن. برای همین خاطر بزرگترین ثروت یک کشور عقل‌های سالم است. بزرگترین ثروت یک کشور نسل جوان و قوت کاری یا که به زبان انگلیسی لیبر میگن، بزرگترین ثروت یک کشور اینمی است. امروز در وطن ما و شما نه حکومت داران، نه اون کسانی که مسئولین هستند، تصور کنین چی قدر متخصص ها در فرارند، از ژورنالیست سر کرده تا دکتر و تا انجینر و تا هر کسی که متخصصی هر ساحه است، با جز چند تا محدود در داخل وطن میمونند، بیشترینش به خاطر دریافت کردن زندگی خوب، به خاطر دریافت کردن معاش خوب، به خاطر بهتر کردن زندگیشون، اونها ترک وطن میکنند، میروند در دیگه جا، حیاتشون آسوده و در رفاه، دینشون محفوظ، خدا را آزاد عبادت کرده میتونند، جانشون در سلامت، بهترین معاش را میگیرند و خوش و خوب هستند، فرزندانشون تعلیم حاصل میکنند،
اینجا را وطن دومیشون میسازن. اینها البته نه خیانتکارن، نه اینها به قولی که هر کسی که شهروندی روسیه را که گرفتک با مثل عزت امانه که در نوارها میگفتن که این رفته است خیانت کرده است، خیانت به وطن کرده است و شهروندی روسیه را گرفته است. امروز در اخبارها میبینیم که بیشترین شهروندانی که شهروندی روسیه را به دست میگیرند اون شهروندهای جمهوری تاجیکستان هستند و این خطر بزرگترین خطری که ما و شما در روبرو هستیم. امروز تصور کنین مغزهای خلاق متخصص ها در فرارند. اونا که یک طرف اونا به خاطر معاش و به خاطر بهتر ساختن زندگیشون و حتی از اون پایانتر بریم نسلی در طبقه عادی، اون مردم عادیه که حتی یک جوان در سن سال 18 سالگی در سن سال بلوغ وقتی که میرسه یا که از ارمیه فرار میکنه یا که زندگی او را پچخ کردگی است برای و باید یک لقمانان پیدا کنه، دیگر کدام وقت این جوان فکرش در خواندن میروه؟ تصور کنین اگر کشوری که بخواهد پیشرفت کنه بیشترین پول مصرف بر بالای اون مغزهای جوان میکنند که اینها در آینده متخصص بشوند و این کشور را بچرخونند. اما یک جوانی که وقتی که مهاجر میشود در غم یک لقمانان است، به خاطر پیدا کردن یک لقمانان سالهای طولانی میرود، مهاجر میشود در فراق پدر، در فراق مادر، در فراق وطن، یک طبیعت دیگر میرود، یک کلتوری دیگر میرود، یک کاملا یک دنیای دیگر میرود. این کدام وقت میتونه که این آدم متخصص شود و کدام وقت میتونه که این انسان درس بخونه؟ در حالی که مسئولیت حکومت رژیم خودکامه رحمانوف وطن فروش این وظیفه اینا هستند که باید نسل جوان نگه بدارن، اینها را متخصص کنن و در داخل وطن برای اینها جای کاری تأمین کنن. این قوت اساسی نباید در فرار باشد. اگر امروز کسانی که مهاجر سیاسی هستند، امروز کاسته ها و کمبودی های حکومت رحمانوف در شبکه های اجتماعی میبرایند، میگن اینها اگر که به قول او سگای رحمانوف که اینها اگر خائن باشند، اگر اینها زر خرید باشند، پس این قدر جوانایی که در مهاجرت هستند اینها آیا اینها برای شما را خائن هستند؟ یا که خائن همون حکومتی هست که برای اینها نه جای کاری تامین کرده است و نه اینها را متخصص تیار کردگی است؟ یک عده بسیار کم. اگر تصور کنین اگر اون کسانی که در دانشگاه ها با پول قطعی شهادت نامه میگیرن، فردا چیگونه این متخصصی ماهر باشه؟ چیگونه یک متخصصی خوب باشه؟ این که درسی خوب نخونده باشه، این که بگیم تجربه خوبی نداشته باشه، پول برای اون معلم ها صرف نکرده که این حکومت که تا که اون طلبه ها را خوب به قپه و درسی خوب به آموزانشان، معلم هم به خاطر معاش کم از استودنت پول میگیره و بعد از اون میره و نمیدونم که این یک کاری دور بگیم از مکتب یا که از دانشگاه، یک یا ساعتکی مردم درس میتیه یا که میره و خربزه و تربوز میفروشه. خلاصه این روزها را باید پره بکنه، به هر راهی که باشه اون کمبودی هایی که در زندگیش داره به هر راه و واسطه این باید پره کنه. اگر حکومت سالم باشه، اگر حکومت عاقل باشه، به خاطر جلوی حکومت ما را گرفتن، به خاطر پیشرفت کردن و به خاطر که در آینده ملت برباد نشه، حکومت این کشور از بین نروه، دیگر کشورهای بزرگتر نیاین ما را بازیچه خودشان نکنن، این حکومتی که امروز سر قدرت هست باید اینها یک چاره ببینن و بالای این نسلی جوان قوت کاری پول مصرف کنن و جلب کنن سرمایه دارایی که در بیرون هستن اونها بیاین. به خاطر که یک دولت فساد زده هست، به خاطر حکومتشون یک حکومتی
استبدادی و فساد زده و یک حکومت پر از فساد و پر از کروپسی هست، هیچ کس اصلا نمیخواهد که بیاید در کشور ما سرمایه گذاری کنه. چرا او بیاید میلیون هاش در کشور ما سرمایه گذاری کنه؟ به خاطر چی؟ به خاطر که داماد رحمانوف وطن فروش بگیرش، به خاطر دختر رحمانوف بگیرش، به خاطر نبره رحمانوف بگیرش. آیا مردم پولش نرفتن تکستیل کمپانی را سرمایه گذاری نکردن؟ اما امروز چرا کسی در اوجه نمی روید؟ چون که حکومت حکومت فساد زده است. حکومت حکومت است که اصلا آینده را فکر نمی کنه. چند نفر انگوش شمار، البته در داخل اون حکومت انسانهای عاقل و انسانهایی که دلسوز، زاهق دلسوز این وطن وجود دارن که دلشون به خاطر این وطن می سوزه. وقتی که می بینن ناعدالتی را، وقتی که می بینن به کدام تاریکستان رفته شده از این ملت، جگرخون می شوند، اما چاره ندارن. یک عده بسیار انسانهای کم، کسانی که از همین اولاد، از همین حکومت، از همین رژیم برای اونها یک فایده به توسط ظلم و به توسط شکنجه برای اونها یک فایده به دست میاره، امروز مهری سکوت در زبان زدگی اصلا هیچ جا گپ نمیزنن. اما تصور کنین امروز قوت کاری در فرار، تصور کنین هر روز 410 نفر شهروندی جمهوری روسیه میشوند. به همین شکل در امریکا وجود نداره. آیا در تاجیکستان ما نمیتونیم همین چیزا را برای مردم مهیا کنیم؟ آیا این جادوگری است؟ خلاصه امروز اکثر مردم به خاطر نه تنها به خاطر جای کاری می روند، بلکه در عموم امروز فرار کرده ایستادند. امروز حتی بعضی ها راضی هستند که تا زمانی که همین حکومت از بین نرود ما بر نمی گردیم، چون که در این حکومت برای اونها دیگر موقع نمانده است، جای نمانده است. هیچ کسی اصلا نمی خواهد که دیگر در این حکومت همکاری بکنه. هر کسی که سرمایه گذاری کرد، هر کسی که در اینجا کدام تجارت ساخت، از بالا اینها آمدن و تجارت اینها را گرفتن. اما سوال این است تا چی وقتا، چی جنبه های منفی داره، چی پلوسه داره رفتن این مردم و چی مینوسه داره؟ از نگاه شما کسایی که میبینید، شاید امروز شما خودتون در مهاجرت باشین، شاید خودتون در تلاش این باشین که شهروندی روسیه باشین. حتی اگر از شما به شما را پیشنهاد کنن، آیا تو راضی هستی که از شهروندی خود دست بکشی و شهروندی روسیه را قبول بکنی؟ من مطمئن هستم که بیشتر کسایی که میخواهند که شهروندی روسیه را بگیرن، اونها راضی هستن که حتی از شهروندی خودشون دست بکشن و شهروندی روسیه را قبول بکنن. خب خلاصه این است که خطری که ما و شما در آینده روبرو هستیم، خطری که اصلا امروز کسی احساسش نمیکنه. این ثروت و این بایگریه که ما و شما داریم بالاتر از همه بایگری است. شما تصور کنین قوت کاری میروه، جوان ها میروند، حتی تلاش دارن که اینها دست از شهروندی خودشان بکشن و شهروندی روسیه را بگیرن. خب برادری که در واتساپ در تماس هستی، سلام علیکم. علیکم السلام. خب برادر، موضوعی که امروز ما گذاشتگی هستیم آگاه هستی برادر؟ نه آگاه نیستم. همه گفتی خب خیلی از تاجیکستانی آخیه؟
وای در ای تاجیکستان خب این اما اگر از خودت سوال کنم در تاجیکستان بزرگترین بایگری ما چی های؟ بوار کن بزرگترین بایگری ما پیشوای ملت از اصدار صلح و وحدت امامعلی شریف رحمون است. یکون دستاورد دارد در چند سال گذشته؟ دستاوردش این همی ملی سوهو هند، ای خلق خلق میگیرند و بو کی هند؟ های دیگه هنده قشن میدونیم. نه، این که یک طرف در مسئله ای که این پیشوا است و پسوا از هر چی است خلاصه هم چه یک شهروند اگر یک آدم است و یک خارجی بپرسه که در تاجیکستان بایگری همون دولت شما چیه شما چی میگین در جواب چی بایگری داره وطن ما و شما بایگری شما در اخی ندیدین بایگری تاجیکستان چی داره نفت داریم نفت وقتیرم هست زیاد بخیلی ادموی نیستن که او را بایکننده در عموم در برای وطن خود یکان معلومات داری که چی چیز بایگری داره چی چیز داریم که ما برای دیگر کشورها یا حدی اقل برای وطن خودمون به مردم خودمون تأمین کنیم و محتاجی مردم محتاجی از دیگر کشور نشوند چی چیز داریم که برای مردم تأمین بکنیم همین قشمه دونم که همین روسیه خب 4 ماه تویستون دارد تاجیکستان 12 ماه تویستون دارد اما 24 99 پویزمون در روسیه برای امیر رزق روزی شب روز کار میکنیم یونوم نامش کنیم بچه های یوش رنگ لطشی دا گیم و دیسته خب کورا. اینجا در اخبار آمدگی است که هر روز 410 کس زاده تاجیکستان شهروندی روسیه میشوند خب خلاصه از همچون یک شهروند جمهوری تاجیکستان تو درباره همین موضوع تو جنبه های منفی و مثبتش چی پلوسه داره و چی مینوسه داره میتونی گفته برادر خب هر یک محاجیر را ارزو مینه محاجیر خلق نمی خلق همی خیلی بگیم که همی خیلی خطب فهمونم همی خلق همی کارگر همین گرد برای پاسپورت ایرا باشیم و همه کار روزی های که هم پاسپورت بگیم روسیه بدست بیاریم برای چی؟ برای در یک ماه 10,000 روسی در دولت روسیه ما چکا میکنیم؟ مثل هر ماه باید پلاتیت کنیم که ما در همجا کار کنیم به غرض ای کوانتی ها به غرض ای خوردن مون ما میفهمی که همین اولیگ مون نیمش زیاد همین پتین میرود همین خوردن میرود رحلیمون میره هیچ نمیمونه خب برای پاسپورتی رسی را مثال میگنیم خلقی ما بگیرن از چی باید دوره برای خلق یک پیلوس هایی که مثال میگنیم که همی اکنومیک هایی هر یک انسان کم اکنک بلند میشود اکنک ما دلش نمیدونم برای یک آدمی پرست هاییم خیلی لای شور یک کرگر خیلی خوب برادر تشکر زیاد زنده باشی خدای اگر بیشتری بودم اگر خب بعد از برنامه تماس بگی انشالله که گب میزنه برنامه تم بگم که کارو چی که همی بخدا بودم یعنی نورانی تمام خدا نگهبان در امان خدا باشی زنده باشی برادر تشکر خب من خواهش میکنم که در وقتی انا افیر از این قبیل صحبت هایی که انا خدت شیری اللهی خدت نمیچی نمیسترهایی ببینین برادر ما یک عضو شما ما رنگ شما یک توجیکم یک آدم مسلمان یک انسانم همچون یک شهروند مسئولیت خود ما ادا میکنم تا زمانی که زنده هستیم تا زمانی که جان در بدن داریم البته راه خطرناک است هیچ کس اصلا یا که شاید بگن که برای بعضی ها سخت باشه این راه ادامه دادن یا که برای بعضی ها سخت باشه که این راه دنبال کردن اما خداوند در دل بعضی از برادرها بعضی از جوان مردها حتی جوان دختران و حتی زنها خداوند در دلشون داخت این محبت این راه همچون یک انسان مسئولیت دارن و مسئولیتشون پیش میبرن خلاصه دیگر اینه که
خب شکی نیست، یک طبیعی است. هر وقتی که از درد جامعه گپ میزنی، هر وقتی که از برای مردم گپ میزنی، در برای حکومت گپ میزنی، خیلی مردم آرزو دارن که گپ زنن، اما یک انسان جانش در خطر میمونه، سبب بگیم که از زبان دیگر مردم میشه و میخواه که از یعنی زبان مردم میشه و پیغامی همون مردم به حکومت دارا و به جامعه جهانی میخواه برسونه. درست است، یک طبیعه است که مردم آهسته آهسته به تو محبت میکنن، به تو دل میبندن، خلاصه مردم آهسته آهسته دوست میدارن. اما خواهش میکنم که در افیر لطفاً از این قبیل این گپای تعریف و توصیف را یک طرف بمونین، نه استاد بگین، نه ملا بگین، نه حضرت بگین، نه داملا بگین، یک برادر معمولی عادی تونین. فقط یک مسئولیت داریم، تا زمانی که خداوند خواست، تا زمانی که جانمون در بدنمون هست، تا زمانی که خون در بدنمون میگرده، کوشش میکنیم که این مسئولیت امین امانت به طور کل ادا کنیم و روزش بشه و به دیگر کس بسپاریمش. مبارزه چند روز پیش قطعی که از کسانی که در همین برنامه ها شرکت کردگی و بالاخیر در اروپا امروز آمده است رسیده است، انما دلم این مبارزه مونده که انما دیگر ما اصلا باور ندارم چی ندارم. مبارزه آسان نیست، مبارزه سخت است، مبارزه خانواده در گروگان میگذاری، مبارزه خود در گروگان میغلطی، جان در خطر میسته، از آزادی هات محروم میشه. مبارزه آسان نیست برادرها. به خاطر چی از مبارزه دست کشی یا به خاطر چی دلت از مبارزه موندگی است؟ ای به این مردم نمیشوه. ما گفتم خیلی که به این مردم که نمیشوه، تو خودت بعد از اینکه در اروپا داخل شدی خودت چیکار کردی؟ در اومد از کار میکنن مردک، خلاصه بعضی ها اومدن دیگر یک مدت مبارز بدن، زنوشون آوردن، زن یکمشم آوردن، دیمشم آوردن، خلاصه همه اکر دیگر در تصمیم لوبوفنیکاشون گذاشته گیان که با لوبوفنیکاشون هم بیارن. اما مبارزه الله اکبر، یوروپا درمدی کار هست، پولت میتین که داد نیست و ورمیه پولت میگری تمام دیگر مبارزه. آخران مهری مبارزه را در همون روزی که قبولی را گرفتن، تمام همون مهری مبارزه را، مهری خاتمه را زدن. مبارزه استواری میخواهد. یک آدم چگونه استوار میمونه در مبارزه؟ چه خل مبارزه را انسان استوار میمونه؟ مثل یک انسان بگه که من نماز میخوانم، در نماز استوار باشه باید. چگونه باید انسان استوار باشه در نماز؟ 5 سال پیش یک آدم را بپرسی بگه که اکمه قطیتون هستم. من نه وقتای عمر علی قواتف خدا رحمتی گوشتون میکردم. 5 سال بعد میگذره اکمه نه وقت گوشتون میکردم. تاج را چکو کردی؟ هیچی. یگون کار کرده در مبارزه چکار؟ اصلا چی کار کردگی؟ هیچی. من قطیتون هستم. ایتری هیچ وقت قطیمو نمی باشه. چگونه انسان استوار می باشه در نماز خوندن؟ وقتی که انسان نماز دوامدار بخونه، این وقت این استواری را میگن در نماز. خیلی یک آدم را ببینی که نماز خونده است، بعد بگرده بگوی که ای نمیتری چه خیلی گرمی آدم نماز بخونه که ما نو سالی 2014 همه خوندگی بودم، من یه بار خوندم. اما حاضرم خیلی که ما اکی بفورا میخونم. در نماز استوار بودید نه؟ در مبارزه استوار بدن، در مبارزه نه وقت عمر علی قوات و گوش میکدی که ای همون وقت تا این وقت باید خیلی تغییرات بیارید در خدر. نه که وقتی که در اروپا آمدی قبولی را گرفتی، تمام تاپای آخران، مهری آخران مبارزه را بگیم که در ورق زدی در استوریت، الله اکبر، یکم زنتم اومد، دیم زنتم اومد، لوبومنیک رکتم اومد، دادرتم اومد، اکتم اومد، افتم اومد، هم مرکشیدی آوردی، الله اکبر، خدا نگهدار تو باشه همون ملت، قطعی همون رحمانوف. اما انسانهای هستن که در راه استوار میمانند. برای همین خاطر مبارزه سخت است، مبارزه سخت است. اما ما خواهش میکنم که از مردم، چیزی که ما میکنیم این یک قرض از بالای ما، یک فرض از بالای ما. درست است بعضی ها ترک کردن برفتن، بعضی ها تصمیمی ترک کردن دارن، اما خدا کنه که شما مبارز بشید،
خدا کنه که نه تنها فقط بگیم که انا برادر خدت نسم هم دیلی تخدت شعر الله بدهی. من میخواهم تو هم شعر الله باشی، نه اینکه فقط شعرهای الله ها فقط ایدم شو اما نای بزنی بگردی. میخواهم تو هم شعر الله باشی. چرا فقط شعر الله انگوش شمار باشه؟ ما میخواهیم شعر الله زیادتر باشن. ما میخواهیم که مردم دلاور شجاع در این ملت بیشتر باشه تا که اون تلسم اون طاغوت بشکنه. به خاطر اون باید این خیلی انسان های شجاع و دلیر تاریخ باید روز تا روز زیاد بشه. اکم قطعتون هستم. خب به هر صورت دیگر وقت شما را از این زیاد نمیگیرم. با شما بود جانشین راهبری گروه 24 حسین اشوروف در برنامه حق و باطل. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدا نگهدارتون.